سلام، به رادیابی خوش آمدید. کابل شهری است با جمعیت میلیونی. این شهر به دلیل مهم بودن برای حکومت و نیروهای مخالف و مسلح دولت از اهمیت زیادی برخوردار است و بیشتر مخالفان مسلح نقاط مختلف این شهر را مورد هدف حمله های انفجاری، انتحاری و مسلحانه قرار می دهند و کارکرد تمامی نهادهای امنیتی زیر پرسش می رود که چرا توانایی تامین امنیت و دفع حملات را هزاران نیروی مستقر در پایتخت ندارند. آگاهان نظامی میگویند ضعف رهبری و عدم مسئولیت پذیری نسل نیروهای امنیتی بیداد میکند و همین مسئله سبب برهم خوردن امنیت کابل شده است. آنان تاکید دارند که بیشتر ناامنی ها در کابل در چهار اطراف و مرکز پایتخت سازماندهی میشود. ما یقینی کامل دارم و با جرأت میرم که تمام ترورهایی که در کابل میشه، تمام انتحاری هایی که در کابل میشه، انفجاراتی که در کابل میشه، داخل همین کابل تهیه میشه، تنها پلانش از پاکستان میگیره ولی همینجا تهیه میشه، پر میشه، موترش هم پر میشه و راهنمایی میشه تا همون جایی که لازم. چه کسی مسئول است که جلوگیری بکنه و چون را نمیتونن این نیروی امنیتی وجود بکنه؟ گفتم که اینجا مسئول وجود نداره. نه، مسئول کسی می باشه که از فرای خود می ترسه که من صبح محاکمه می شم. اینا را خو یک شرکت سهامی حکومت نیست. او کسی را که کس مقرر کده او را هیچ کس محاکمه کده نمی تانه، چیز گفتم نمی تانه. او متیقن است که او را کس چیز گفته نمی تانه، هرچی که دلش خواست می کنه. دمی کلی کابل طالب است. این دمی وزیر اکبر خانم است. اصلا کسایی که دمی قصرها زندگی میکنن میگن که طالب ارتباط داره. یخو یک چند سال پیش خوی شایع هم شد و معلوم هم شد. همه چیزی مامورینی که در کابل است که در اطراف زمین داره او شر مصبش میگیره و چیز مصبش میگیره. همه چیزی که هست. آه یک مسئله عزیز که ما میگیم امنیت است و خدا پوت میکنه مجبور است. چی کنه؟ کس خود گفه نمیشنوه. کمی که شنید که فلانی که طالب به طالب پیسه در طلب پوره میگیره. برادر، نه نگاه کده میتانی او ره، نه زمینیش نگاه کده میتانی، نه خودش نگاه کده میتانی، چه چی کنه؟ زمینش و سیبوش و باغش خود پیش طالب هست. همه قاعده که امروز طالب داره همه دولت نداره. بحث امنیت کابل دقیقا در این است که هیچ کس کاری خود نمیکنه و نمیخواید کاری خود کنند. وقت بیرون مثال بسیار ساده میزنیم. با من پلیس میگوید، با من ترافیک میگوید که بشر دوست ما موتر مملوز مواد انفجاری که ببینیم، ما دروازه را اگر نیمه بسته بودم باز میکنیم، احترام میکنیم که بفرمایید. چرا میگه ما برای عین و غیم خود با کشتن بدیم که بعد اما اکرامی ما هم داده نمیشه و زن ما که می رود به خاطری که تقاعد ما را بگیرد به او درخواست غیر مشروع می شود. وقتی که این بوز داخلی ما در دفاع ما دو ماه سه ماه ماش داده نمی شود، او هیچ حاضر نیست خود به قربانی بدهد. دوم، خود وزیر داخله می گوید که در مواد انفجاری و انتحاری در موترهای شاسی زیره با نمبر پلیت خاص منتقل می شود. امروز به صدها نمبر پلیت واوجی موجود دارد. امروز به صدها موترهای جنرالای ما نمبر پلیتی سرخ دارن. نمبر پلیتی سرخ ساختن بسیار کار ساده است. هیچ پلیس، هیچ عسکر، هیچ نیروی امنیتی، هیچ ترافیک میگویند جرأت نمیکنیم که ما استاد کنیم، به خاطری که اگر استاد کنیم ما فردا منفک میشویم. بنابراین یک از دلیلش. دوم دلیلش، اگر انفجار نباشد، انتحار نباشد، این جنرالا، این وزرا، این وکلا، اینا پیسه از کجا کنند؟ واقعیت است که مردم کابل در خصوصا پنج شش ماه اخیر الى یک سال اخیر بسیار به تشویش هم هستند، نگرانی بسیار زیاد دارند از نظر امنیتی و وقتی که ما از پلیس پرسان میکنیم، از مسئولین وزارت داخله، اونا برای ما یک دلیلی که میگه که نفوس کابل بسیار زیاد است و تشکیل پلیس ما بسیار کم است، خصوصا بخش جنایی ما که به اونا رسیدگی کردن نمیتونم. این دلیل تا اندازه منطقی است، ولی به این اندازه نیکی یک دم گرافی
جرایم 200% در ظرف 6 ماه بلند بروه و بهتر از اما که بعض نقاط کابل است که بیخی بعد از 6-7 بجی شو بیخی مستقل یک حکومتی مستقل اونا اعلان میکنه که نه دوج پلیس رفتن میتنه نه امنیتی ملی نه استخبارات نه دیگه. این به این معنی است که وزارت داخلی ما و ریاست امنیت ملی ما در شهر کابل دو گپ است، یا بسیار عجز هستن یا را کشف کرده نمیتنه و شبکه ها بسیار مخفی کار میکنه و یا خودی حکومت امره اونا به یک شکل نی به یک شکل امره اونا سازگار است، اونا را به اصطلاح باج میته که خودشان غرض نگیره دیگه مردم ها را قربانی بگیره. ما حوادث را که در طی 20 روز گذشته داریم از بخش جرایم جنایی ما تقریبا ما 145 حادثه خرد و به اصطلاح بزرگ داریم، این از یک کیسبری شروع شده تا به یک موارد سرقت واسطه و یا تقریبا در تای 20 روز ما داریم. از جمله 90 حادثه عاملینش گرفتار شده، 90 حادثه که از جمله 145 عاملینش دستگیر شده و اونا این در موردشان اجراعات قانونی صورت گرفته و از این جمله ما مجروحیت داشتیم که به اصطلاح 20 قضیه مجروحیت داشتیم، از 20 قضیه مجروحیت 10 قضیهش عاملش دستگیر شده، دای دیگه از یه هم تا تعقیب است و دستگیر میشن. در قسمت مواد مخدر ما هم دستگیری های خوبی داشتیم و هم معتادین یک در صد شهر بود، اونا رو هم جمع‌آوری کردیم و به مرکز تداوی معتادین تسلیم کردیم. شهر کابل هرازگاه شاهد حملات سنگین و خونینی بوده است و بیشتر شهروندانش به همین دلیل نگران هستند. آنان میگویند پلیس و نهادهای استخباراتی به دلیل تقرری‌های سلیقوی در تامین امنیت ناکام هستند و انفجار ماین چسبکی، سرقت‌های مسلحانه، راهگیری‌ها و انفجارهای سنگین مردم را از لحاظ روانی در بدترین وضعیت قرار دهند. اما در بود داخلی وقتی که میایم میبینیم علتها خیلی زیاد است. ما علتها را میتونیم تقسیم بکنیم به علتهای سیاسی، علتهای اقتصادی. اقتصادی مثلا بیکاری. بیکاری امروز در افغانستان خیلی زیاد شده. یکی از علتهای سرقت و ناامنی و راگیری و بیشتر امین بیکاری است. اگر دولت کوشش بکنه که کار ایجاد بکنه، فابریکا ایجاد بکنه، ما مطمئن هستیم که عوامل جرمی کاهش پیدا میکنه، دیگه جرم شاید به حد فیصدی بسیار کم وجود داشته باشد. اما امروز چون مردم بیکار هستند، کار وجود نداره، از لحاظ اقتصادی میخوان تامین اقتصادی فامیل خود بکنن، نیاز دارن که امیر راگیری ها را انجام بده. میتونه به شباب بحث اقتصادیش، اما در بحث سیاسیش ما میتونیم بگیم که در حکومت ما مشکلات خیلی زیاد وجود داره. مثل که سیاست مدارای ما میگن که ستون پنجم از در حکومت و ستون پنجم هیچگاه نمیخواه که دولت یک دولت کارا باشه و دولت باشه که قابل قبول مردم باشه. به این اساس این مشکلات به وجود آمده. کاملا تعیناتی که در حکومت وحدت ملی صورت میگیره از طرف ارگ ریاست جمهوری کاملا تعینات سلیقوی و تعینات کمپاینی است و هر کس که در این روزا به سمت‌های مختلف چه نهادهای امنیتی چه نهادهای غیر امنیتی تعیناتی که صورت میگیره بر اساس کمپاین و سلیقه که در اینجا هیچ نوع شایستگی درایت و لیاقت در نظر گرفته نمیشه، بر اساس سفارش‌های داخلی و بیرونی گماشته میشن. بحث مدیریت اگر نگاه کنین، در بحث مدیریت امروز افرادی که در نهادهای امنیتی میان گماشته میشن، اینها ضعف مدیریت دارن، نمیتونن که امنیت به درستی مدیریت کنن، چون اینها خلاف رشته میان، مدیریت جنگ نخوندین و همسال زیرا در باره مدیریت جنگ معلومات بیشتر ندارن. اکثرا کسای مثل رئیس امنیت ملی گذشته که استفاده داد، اینها از بخش های دیگه میان ضعف باعث میشن که به ضعف مدیریت روبرو میشن و امسال از هم که پروسی انتخاباتی که ما پیشوری داریم خود از یک چالش بزرگی برای امنیت افغانستان شده. طرح امنیتی کابل و آسیب پذیر شدن شهر کابل از دید امنیتی به دلیل رویدادهای تروریستی همواره مورد پرسش قرار می گیرد.
مسیرهایی که همواره کابل را تهدید می‌کنند و اکنون حضور مخالفان نگرانی ایجاد کرده است. مسیر میدان وردک غزنی، ارغنده پغمان و کمپانی، مسیر راه و ولسوالی چهار آسیا به کابل، ولسوالی قره‌باغ و مسیر راه شمالی، مسیر راه سروبی، مناطق کوچنشینی کابل و خانه‌های غیرپلانی از مواردی هستند که بیشتر امنیت شهر کابل را تهدید کرده و آسیب پذیر می‌سازد. اگر شکردره را میگی، اگر سروبی را میگی، اگر طرف کمپانی را میگی، نمیدیم اطراف کلش طالب است. ارتباطات داره، خلاص. میتن آزادانه بیه، میتن آزادانه بره. هر وزیری که آمده به یاد مکه است. او پلان کابل، پلان امنیتی کابل ساخته، مگر یکش تطبیق نشد. هر قسم پلانه که تو بخوایی جور کنی که تطبیق نشد بیمانه. چی وقت پلان تطبیق میشه؟ ولو خرابترین پلان باشه که تعقیب هر فرد باشه. تعقیب باشه، پرسان باشه، مکافات و مجازات باشه. در اینجا مکافات است، قطعا مجازات نیست. لومره بردمن و توران در چوکی جنرال کار میکنه. میکنه. او چی پروایش دار؟ چه پروهش داره؟ ما تاوالی ندیدیم نمی بعد سقوط دکتر نجیب که یک نفر محاکمه شده باشه بزی که در وظیفه سهلانگاری کرده. صدها ترور شده شهر کابل، صدها انفجار شده شهر کابل، صدها انفجار شده، مگه یک نفر هم کس محاکمه نکرده؟ کابل مرکز ده، کابل پایتخت ده، نو طالبان هم به کابل ندیر فشار را رو لپاره دې جهان ته وخی چې مونږ حتی د یعنی قوت دومره قوت چې مونږ کابل کې هم وضعیت ته تغییر ورکولی شو. نو په دې اساس ما درته وویلې چې دوی که په چهار آسیا کې وي، که په سروبي کې وي، که په قره باغ کې وي، هغه دوی چې ځای په ځای شوي دي هغه وخت انتخابات لغوه شول. د هغو تصفیه داسې ساده خبره نه ده چې داسې ساده وشي، ولې د انتخاباتو دپاره کله چې انتخابات په هغه شول دې دپاره به قوي پلانونه به وي، ستراتژیک پلانونه به وي، امنیتي پلانونه به وي، هغه به وي، دا به تصفیه کېږي، دا به له منځه ځي. اوس نو په همدې خاطر چې دواړه خبرې د سول خبرې او د انتخابات موازي مخ ته ولاړی نو د بې امنیتي هم ځکه زیاده شوه، ولې دا به وروسته په ورو کبي کې استخبارات هم مصروف دي، امنیتي قوتونه هم مصروف دي، قرباني هم ورکوي، قرباني هم ورکوي، لکن د امنیتي دولتي هم خاص قوتونه تصفیه روانه ده، هم په کابل کې هم تصفیه کوي. تا موږ تاسو بله ورځ ولیدل چې په کوتل خیرخانه په داسې کې یو کور نه داعش راهنمایان طرح کنندگان گرفتار کرد رابطل. بیا هم زه دا وایم چې په کابل کې یا په قره باغ کې یا په ولسوالۍ کې چې دي د افغانستان خلک هغه ولسونه چې په هغه کوڅو په هغه ساحو کې پراته دي هغه باید د دولت سره استخباراتو سره کومک وکړي. دلیل اصلی خو ای است که فعلا خود حکومت هم حالت اصلی خوده نداره. همین موضوع صلح و انتخابات یک دلیل شده میتونه که حکومت اینا با حالتی نیست که متوجه به ایگه پاشوه و پولیس ارگانه کشفی در شرایط فعلی قسمی که شورای ولایتی بررسی میکنه اینا وظیفه خود انجام میتن، ولی اساس گپ مشکل در ای است که مجازات و مکافات نیست. اینا پولیس اجازه گرفتاری را داره ولی اجازه ادامه به طور مثالی نداره. این سارقین بروز این دیگر روز از قماندانی امنیه ما اطلاع گرفتیم که در حدود 115 نفر مجرم سارق قاتل یا گرفتار شدن، ولی یا برگانوی علی و قضایی میرن یک مدت بعد پس رها میشن. مشکل پیشنهاد مردم افغانستان این است که این کشور اسلامیست بالاخره از قانون پروردگار، قرآن گفتار پروردگار است، کتاب ما است. ما پشت از اگر بشنیم که اینجا حقوق بشر نقض میشه، اینجا حقوق بشر است و اینجا بالاخره جامعه جهانی است، جامعه جهانی هم مشکل مورد نظر بگیره. آیا این مردم به طور مثال بشر نیستن که فرض مثال یک انتار میزنه بیش از 100 نفر هموطنان ما شهید میشه؟
خوینمی که قرآن گفتار پروردگار است ما مجازات مکافات بریم قاتل ادام شود دوست دستش بریده شود اصلاحات میاد و به این شکلی که پیش بریم و یا را نهادهای کشفی اپراتیفی پلیس کابل زحمت میکشه شب و روز در خدمت مردم است ولی یا را که گرفتار میکنه یا پس رها میشن و دلیلی که چرا هر روز این اضافه تر میشه کم نمیشه که مجرمین برای یک مدت یا بندی بود رها شد برآمد عملش و شیانت گسترده تر انجام میده و دلیل همی است. ما اگر دستاوردهای در عرصه توریستی هم جرایم توریستی هم ما از تیم امنیتی کابل گپ میزنیم چون ما کار تیمی میکنیم در کابل کماهنگی بسیار خوبی را داره ریاست امنیتی ملی کابل قماندانی فرقه 111 گارنیزون کابل شما چند وقت پیش عملیات را که ما در ساحه حوزه 5 داشتیم شاهدش هستیم که یک شبکه از داعش گرفتیم که شبکه وظیفش مینای چسبکی بود که تقریبا با گرفتن از اون شبکه ما در حدود 95% از انفجار مینای چسبکی جلوگیری شده بعد از اون ما دیگر از اون حادثه را که نتایج داشته باشه از طرف دشمن نداریم تهدیدی که قطعا تهدید باشه از خود ولسوالی های کابل چیزی نیست کابل اکثرا مواردی که تهدیدی هست از ولایات اطراف کابل است نه از ولسوالی ها چرا در ولسوالی ها کدام شبکه که فعالیت کنه و هسته داشته باشه و از وجه سازماندهی شود در ولسوالی ها ما نداریم هیچ ولسوالی نیست اما از ولایات ما حول کابل مثل وردک، لوگر قبلا کاپیسا هم ساحات تگه و مشکلات وجود داشت از وجه یکان تحرکات و عملیات هایی که در ساحه شد نتایج و دستاوردش بسیار خوب بود گروپ هایی کجا فعالیت میکرد اونا تارومار شدن و فرار کردن از ساحه فعلا فقط از ولایات ما حول یکان تهدیدات وجود داره هست همین که گاهی وقت یک انتحار و انفجاری که میشه ای از ولسوالی ها نیست که نیست ولسوالی های کابل باشن یکی از جنرال ها با من میگفت بشر دوست روز که انتحار نمیشه ما غمگین هستیم در ختم نشسته بودیم من تعجب کردم گفتم جنرال صاحب ایت شوخی بیمزه با من گفت نه شوخی نمی کنم گفتم یعنی چی در او زمان در کانتیننتال انتحاری شده بود با من گفت مثال در کانتیننتال انتحاری شده ما نیروها رو بسیج میکنیم 100 لیتر تیل مصرف میکنیم ما گزارش میدیم 1000 لیتر تیل دو تا رنجر خراب میشه ما گزارش میدیم 10 تا رنجر خراب شده سه مثلا سه مرمی فایر میکنیم ما گزارش میدیم 300 مرمی فایر کردیم این رو گفت حساب کتون از الف تا یا چقدر این درآمد داره و این درآمدش دقیقا توضیح میشود سیگار که گرگان بسیار معتبر آمریکایی است 60% نوشته بود که صلاح طالبان صلاح است که ما به اردوی افغانستان و پلیس افغانستان دادیم و جنرال های افغانستان این را میفروشند به طالبان و نیروهای دیگر بنابراین در این جنگ بچه جنرال وکیل وزیر عین و غین کشته نمی شود او افراد موچی و امثال هم که کشته می شود واقعا این بالای جسد مردم ما اینا کاخ خود می سازد اینا حساب بانکی خود بالا می برند فرمانده پلیس کابل می گوید نیروهای امنیتی مستقر در کابل در یک هماهنگی مشترک برای بهتر شدن و حفظ امنیت کابل کار می کنند و موارد خیلی زیادی خونسا شده است و هیچ گونه نگرانی و تهدید از آدرس پلیسواری های کابل متوجه نیست نصب اسکنرها هم ادامه دارد دروازه های کابل دروازه های یعنی چهار دروازه کابل به شمول تنگی ترخیل اینا نصب شده تکمیل شده و پروسه و دیگه دروازه هم ادامه داره و این پروسه تا یک پلان است که ما بعض جاها را تغییرات میاریم مثلا ساحه دروازه پلیچرخی به نسبت ازدهام که وسایط بلندتوناژ و وسایط به اصطلاح تیز رفتار میه ایره برنامه داریم که از جه انتقال بتیم تنها ایجه وسایط تیز رفتار ما
چک کنیم و تلاشی کنیم و سکن کنیم و سایت بلند تناش براون و ساحه سروبی و او قسمت که برنامه ما هم سرشکار شده و انقریب کار ساختمان هم و ساهم آغاز میشه، چون زیادتر ما از دروازه شرقی از دروازه هم اکثرا به حساب کابل تهدید میشه، یعنی مواد انفجاری انتقال میشه، ما به اون نسبت کمی به اصطلاح تقسیم کردیم هم که مردم زیاد به تکلیف نشوه، کسایی که مسافر است وسایتشان جدا چک میشه، وسایت بلند توناژ جدا چک میشه و جدا برش محل جور شده. با این شکل ما سر چوک ارغندی گوجه هم پلان داریم و به شکل درست و به شکل استاندارد و معیاری دروازه را تنظیم کنیم که هم اسکن شوه و اسکنر شوه و ساحاتی که باز ما بر دفعه اسکن و اسکنر تا هنوز تنظیم نشده. قطعا پلیس به عنوان مجری تطبیق حاکمیت قانون در یک سرزمین است و ما تشکر میکنم از اوده پلیس هایی که برای تامین امنیت جانفشانی میکنن، شب روز در خدمت مردم هستن، ولی در صفوف نیروهای پلیس هم شاید روپای باشن که برای عدم تطبیق حاکمیت قانون تلاش بکنن که بسیار سننده و خطرناک است و ما امیدوار بایستیم که نیروهای امنیتی و وزارت داخلی کشور در بارور ساختن ساختارهای پلیس بیش از هر زمان دیگر تلاش بکنند و مردم افغانستان توقع دارند که پلیسشان در خدمت مردمشان باشند و مسئله بی تجربگی هم سبب میشه که عدم برخورد نزاکت‌های اجتماعی را که در کمربندها و در ساعاتی که پلیس در اوج نقش داره بسیار مهم است و اگر نزاکت های اجتماعی، رفتار های اجتماعی با مردم به گونه درستش مراعات شود و پلیس با مردم در ارتباط باشه، خصوصا شوراهای اجتماعی، شوراهای مردمی که وکلای گذری که در ساعات هستند، اینا نقش بسیار مهم دارند در ارتباط با پل رابط بودن بین مردم و بین پلیس که برای حاکمیت قانون و آوردن نظم و دیسپلین در ساحات بسیار مؤثر است. اگر این رابطه ها، این روابط اجتماعی گسترده به گونه گسترده ایجاد شوه و این مدیریت شوه، باور ما است که سطح گراف جرایم جنایی در کابل بسیار زود کاهش پیدا کند. در ماه‌های اخیر ناامنی در شهر کابل بیش از هر زمان دیگری محسوس است. از حملات انتحاری و انفجاری مخالفان مسلک بگذاریم، جرایم سابق مانند سرقت منازل، قتل‌های هدفمند، سرقت موتر و ده‌ها جرم دیگر اتفاق می‌افتد که زندگی را برای پایتخت نشینان تلخ کرده است. اما پلیس کابل می‌گوید اکثریت مرتکبین جرایم جنایی بازداشت می‌شوند و به منظور تامین امنیت و جلوگیری از حملات احتمالی خواهان همکاری مردم می‌باشند.